سر خط خبرها. این شایعات و اتهامات رو قویاً رد می‌کنم. موج اتهام آزار جنسی علیه چهره‌های سرشناس ایرانی، نوبت به محسن نامجو رسید. نگرانی‌ها از افزایش شیوع کرونا در اوج عزاداری‌ها در ایران. محرم امسال متفاوت از سال‌های گذشته. حکم مرگ برای کشتیگیر سابق تیم ملی ایران نوید افکاری به 2 بار اعدام محکوم شد. اخطار اتحادیه اروپا به ترکیه درباره حفاری و مانور نظامی در دریای مدیترانه. اردوغان میگوید کاری را که بخوایم بکنیم میکنیم. محسن نامجو، خواننده و آهنگساز سرشناس ایرانی، در بیانیه ویدیویی اتهام‌های آزار جنسی را که در شبکه‌های اجتماعی علیه او مطرح شده را رد کرده. آقای نامجو گفته که از این موجی که به راه افتاده اما حمایت می‌کند. در روزهای اخیر بسیاری از کاربران زن ایرانی از تجربه‌هاشان از اذیت و آزارهای جنسی و تجاوز گفتند و یک نفر هم در ایران در این ارتباط دستگیر شده. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. محسن نامجو، خواننده نام‌آشنای ایرانی، یکی از هنرمندانی است که در شبکه‌های اجتماعی ادعاهای آزار جنسی علیه او مطرح شده. آقای نامجو در بیانیه ویدیویی که منتشر کرده، این اتهامات را رد می‌کند. اول از همه بگم که من این شایعات و اتهامات رو قویاً رد می‌کنم. و اینم بگم که این اتهامات مربوط به ایام اخیر نیستن، بلکه چندین سال قبل وارد شده بودن، همون موقع هم رد کرده بودن. اما تجاوز و تعرض جنسی من نیستم. آقای نامجو اما ابراز نگرانی کرده که ادعاهای مطرح شده در شبکه‌های اجتماعی و در فضایی که به گفته او نه قاضی دارد و نه هیئت منصفه، به اعتبار و آبروی او لطمه بزند. و اینم میدونم که همچین موضوعی رو به راحتی با یه بیانیه نمیشه پاکش کرد. فقط امیدوارم که گذر زمان رفتار من، آثار من، نوشته‌های من و اعمال من در برابر دیگران منو از این ماجراها مبرا کنه و حقیقت هر چیزی که باشه حتما رو میشه. به عنوان یک مرد ایرانی، به خاطر تمام تبعیض‌ها و ظلمایی که به زنان هموطنم، به ویژه زنان هموطنم در طی تاریخ شده، به عنوان یک مرد عمیقاً عذر می‌خوام. امیدوارم از این فضایی به وجود اومده در جهت آموزش همه ماها، به خصوص ما مردا، استفاده بشه تا کمتر و کمتر شاهد این موارد باشیم و من هر کمکی که لازم باشه حاضرم تو این زمینه بکنم تا دنیای بهتری داشته باشیم، تو دنیای بهتری کنار هم زندگی کنیم. کتاب 16 احتجاب اثر هوشنگ گلشیری که طرح روی جلدش از آیدین آقداشلو است. باربد گلشیری، فرزند هوشنگ گلشیری، اعلام کرده که چاپ جدید مشهورترین اثر پدرش بدون این طرح جلد منتشر می شود. او به بی بی سی فارسی گفته که دلیل این تصمیم اتهام‌های آزار جنسی است که اخیراً علیه آقای آقداشلو مطرح شده. سارا امت‌علی، کارشناس آموزش که سالها در ایران خبرنگار بوده، آقای آقداشلو را به تعرض جنسی متهم کرده. خانم امت‌علی میگوید 14 سال پیش وقتی به عنوان خبرنگار هنری به دفتر آقای آقداشلو مراجعه کرده، مورد تعرض قرار گرفته. آقای آقداشلو در بیانیه این اتهام را رد کرده و گفته حق اعتراض حقوقی را برای خود محفوظ می‌داند. در هفته‌های گذشته زنان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی از تجربیات آزار جنسی و تجاوز جنسی به خود گفتند. موج افشاگری زنان ایرانی علیه آزارهای جنسی اما از اینجا شروع شد. کیوان اماموردی، کسی که کاربران متعددی گفتند آنها را به خانه دعوت کرده، با مشروب بیهوش کرده و مورد تجاوز قرار داده. رئیس پلیس تهران 4 روز پیش خبر داد آقای اماموردی دستگیر شده. اومدم از اتاق بیام بیرون، دیدم درو قفل کرده. اما ادعاهای مطرح شده تنها مربوط به چهره‌های هنری و یا روزهای اخیر نیست. حدود 3 هفته پیش در روز خبرنگار در ایران، زنان خبرنگار در ویدیویی از آزارهای جنسی که در کارشان می‌بینند پرده برداشتند. دختره دیوونه است. نه دیوونه نیست. دیوونه نیست.
دلش نمیخواد اون لمس رو دلش نمیخواد. هنوز که هنوز من بعضی وقتا خواب اون صحنه رو میبینم، خواب میبینم دوباره تو اون موقعیت قرار گرفتم. و این یکی از عجیب ترین مواجه های من توی راهروهای مجلس با یه نماینده بود. روایت هایی از آزار در تمام سطوح، از مدیران دولتی تا نمایندگان مجلس. یکی نماینده های مجلس یه بار مصاحبه رفتم، قرار بود باش صحبت بکنم، دیرش شده بود، گفت بریم تو ماشین. تو ماشین همون جلو کیفمو گذاشتم روی پام و این آدم نصف مسیر دستش رو کیف من بود. روایت هایی که تنها عنوان کردنشان شجاعت بسیار میطلبد، به ویژه در کشوری که اثبات آزار جنسی بسیار دشوار است. بازنده نهاییش قربانیه. مدیران با هم دیگه در ارتباطن، وقتی میری یه چیز رو تعریف میکنی به جای اینکه مشکل رو با اون حل کنن تو رو به سکوت دعوتت میکنن. سکوتی که حالا شکسته شده. پرهام قبادی، بی بی سی. پیشتر از سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی در تهران، درباره این موجی که درباره اتهام‌های آزار جنسی و تجاوز جنسی راه افتاده پرسیدم. ببینید، فارغ از تبعات و آثار مثبت یا منفی یا خطاهایی که ممکنه که در این موج وجود داشته باشه و بدون قضاوت در مورد کسانی که مورد اتهام قرار گرفتن، اصولاً تأثیرات چنین موجی به نوعی حساس سازی هم در سطح عمومی جامعه منجر میشه و هم در سطح گروه های خاص نخبه، و به همین دلیل هم به طور قطع میتونه که آثار مثبتی بر وضعیت بهبود وضعیت زنان در ایران داشته باشه. چی شده؟ فکر میکنید چرا حالا این اتفاق داره میفته؟ آیا این مسئله بالا گرفته؟ به طور مشخص همونطور که قبلا هم گفتم، نزدیک شاید 80-90 درصد موارد تجاوز و سوء استفاده گزارش نمیشه. بنابراین اصولا این مسئله بوده که همیشه در همه جوامع به ویژه جامعه ایران هم وجود داشته، ولی میشه گفت که با توجه به تغییرات و تحولات اجتماعی که در ایران رخ داده، ناشی از تغییرات جمعیتی، تغییرات تکنولوژیک، افزایش دانش و تغییر نگرش جامعه ایرانی به ویژه جامعه زنان، به طور قطع زمینه‌های مساعدی برای بیان کردن این موارد سوء استفاده فراهم شده که میتونه که در واقع از اون استقبال بشه. محسن نامجو در همین گزارش همکارم پرهام قبادی، الان ما شنیدیم صحبتش این بود که میگفت امیدواره که فضایی که ایجاد شده بتونه ازش استفاده بشه برای آموزش ما مردان. به قول او بله، به طور قطع مخاطب این موجی که راه افتاده مردان هستن، اگرچه ما موارد سوء استفاده از پسران و کودکان پسر هم داشتیم، ولی به طور قطع بخش عمده از قربانیان چنین رفتارهایی رو دختران و زنان تشکیل میدن و بخش قابل توجه یا بدون اغراق تقریبا اغلب مواردی که سوء استفاده میکنند و در واقع مشکل ایجاد کردن جامعه مردان هستند، و به همین دلیل هم به طور روشن جامعه مردان هم که مخاطب چنین موجی قرار دارند، و طبیعتاً این حساس سازی جامعه همونطور که گفتم میتونه که مردان رو به خود بیاره، یه مقدار اونها رو متوجه تبعات و آثار رفتارهای زشتشون بکنه و در نهایت نوعی کنترل اجتماعی رو ایجاد بکنه. سعید مدنی بود، پژوهشگر مسائل اجتماعی از تهران. خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، قانون بایکوت اسرائیل را که در سال 1972، 48 سال پیش تصویب شده بود و هر نوع ارتباط و مراوده را با اسرائیل منع می‌کرد، لغو کرده است. او همزمان مجوز توافق‌های تجاری میان دو کشور را صادر کرد. این اقدام در راستای حمایت از توافق اخیر صلح بین دو کشور است.
مقام‌های آمریکا احتمال می‌دهند که این کشور نیروهایش در عراق را تا 3 ماه آینده حدود 1/3 کاهش دهد. رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده گزارش کرده که شمار نیروهای آمریکایی در عراق به 3500 نفر خواهد رسید. در حال حاضر نزدیک به 5200 سرباز آمریکایی در عراق حضور دارند. وزارت دادگستری آمریکا 2 شهروند ایران و 2 شهروند اندونزی را به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران متهم کرده است. این 4 نفر به 19 مورد نقض تحریم‌های آمریکا در زمینه صادرات قطعات هواپیما از آمریکا به ایران متهم شدند. وزارت دادگستری آمریکا گفته که این افراد قطعات را بدون مجوز وزارت خزانه داری آمریکا به ایران فرستادند. در سوئد آتش زدن قرآن به دست یک گروه راستگرای افراطی در شهر مالمه خشونت‌های زیادی را در پی داشته. در این نارامی‌ها به گفته پلیس حدود 300 معترض تعدادی خودرو را به آتش کشیدند و به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند. حدود 20 نفر در جریان این درگیری‌ها بازداشت شدند. مینو مهرز از اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا در ایران هشدار داده که نادیده گرفتن توصیه‌های بهداشتی موج دیگری از کرونا را به راه خواهد انداخت. مراسم محرم امسال تحت تأثیر دستورالعمل‌های این ستاد متفاوت از گذشته برگزار می‌شود. با این حال گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد که در بعضی از هیئت‌ها پروتکل‌های بهداشتی رعایت نمی‌شود. در همین حال وزارت بهداشت از مرگ 110 بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده. جزئیات بیشتر در گزارش فرنوش امیرشاهی. محرمی متفاوت بدون رونق و سر و صدای همیشگی. دسته های کم تعداد، سینه زنانی ماسک بر صورت و روزخانی های با محدودیت زمانی. محرم امسال به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا با پروتکل‌های ویژه‌ای برگزار می‌شود. دستورالعمل‌هایی که ستاد ملی کرونا صادر کرد و مخالفت بسیاری از مداحان نزدیک به حکومت را به دنبال داشت. گروهی هم مقابل شهرداری تجمع کردند که تهران بوی محرم نمی‌دهد. در میان نگرانی‌های کرونا، حسن روحانی از سرسخت‌ترین مدافعان برگزاری مراسم محرم به هر قیمتی بود. مراسم رو باید برقرار بکنیم، نذورات باید انجام بگیره. منتها حالا اون وقت میشد سفره بندازن غذا بخورن، ما حالا میگیم نه این اما تاکید آیت الله خامنه ای بر اینکه در عزاداری محرم باید توصیه های ستاد ملی کرونا رعایت شود، صدای مخالفان را خاموش کرد. رهبر جمهوری اسلامی برای اینکه نشان دهد به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا مقید است، مراسمی متفاوت با تمام محرم های سالهای قبل برگزار کرد. انتشار عکس‌های از او با فاصله زیاد از یک روزخان و مداح در سالونی خالی واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. بعضی انتقاد کردند که او ماه‌هاست در قرنطینه است، ولی برای بقیه مردم پروتکل‌ها کامل اعمال نمی‌شود. محدودیت‌های برگزاری عزاداری‌های محرم شیوه‌های جدیدی را برای برگزاری مراسم ابداع کرد، از جمله برگزاری مراسم روزه و مداحی خیابانی و یا راه‌اندازی سامانه مداح آنلاین. این هم مداحی تلفنی برای کادر درمانی بیمارستان‌ها. آقا التماس دعا داریم. با وجود همه تدابیر در نظر گرفته شده برای برگزاری مراسمی که عامل شیوع کرونا نشود، در بسیاری از مناطق این پروتکل ها شکسته شده. مجلس روز دوا درمونه، مگه هیچ ویروسی میتونه حریف سینه زن و شعرباب. جلوگیری از عزاداری هایی که ذات آن با تجمع و ازدحام عجین است کار راحتی نیست. حالا بسیاری از کارشناسان بهداشتی نگران شیوع موج دوباره کرونا بعد از محرم و سفرهای پرتعداد تعطیلات این دور هستند. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی.
نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. در ادامه طرح اتهام آزار جنسی علیه چهره‌های شناخته شده ایرانی، محسن نامجو با انتشار ویدیویی از خودش در برابر اتهام‌ها دفاع کرد. همزمان با مراسم محرم در ایران، نگرانی از افزایش شیوع کرونا بالا گرفته است. در ادامه این برنامه، رنگ پریدگی صخره‌های مرجانی در سواحل استرالیا، راه حل دانشمندان برای بررسی در دوران کرونا چیست؟ خبرگزاری هرانا گزارش داده حکم اعدام نوید افکاری در دیوان عالی کشور تایید شده و اعاده دادرسی آن نیز رد شده. نوید افکاری کشتیگیر سابق تیم ملی ایران و وحید و حبیب افکاری برادرانش به اتهام تشکیل گروه، قتل یک نیروی امنیتی و شرکت در اعتراضات مرداد ماه سال 97 دستگیر شدند. طبق حکم نوید افکاری 27 ساله به 2 بار اعدام، 6 سال و 6 ماه حبس و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. رضا پهلوی و چند نفر از چهره‌های شناخته شده دیگر در شبکه‌های اجتماعی به این حکم شدیداً اعتراض کردند. مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از دانمارک با ماست. آقای رستمپور، چرا چیز زیادی از اتهام‌ها نمی‌دونیم؟ چرا او به 2 بار اعدام محکوم شده؟ درود آقای ناجی، همچنین بینندگان محترم. اون چه که از نوید افکاری می‌دونیم در سطح نوجوانان به فینال نوجوانان کشور رسیده و تا رده بزرگسالان همین روند رو تداوم داده، یعنی وقفه نیفتاده تا سال 95 که در مسابقات بزرگسالان رقابت‌های اوپن قهرمانی کشور باز جزو برترین‌ها بوده. درباره خانواده‌اش هم می‌دونیم بسیار کم بذائت و مثل اغلب قهرمانان ورزشی از طبقات فرودست جامعه تونسته مدارج ورزشی رو طی کنه. اما پیرامون این اتهامات هیچ گونه اطلاع رسانی رسمی حتی از رسانه‌های قوه قضاییه ما ندیدیم، یعنی حتی به طور مثال خبرگزاری قوه قضاییه سایت میزبان وقتی اسم نوید افکاری رو جستجو میکنیم هیچ خبری پیدا نمیکنیم، همچنین سایر رسانه‌ها. و این خبر حکم اعدام هم خارج از این رسانه‌ها در واقع منتشر شده، اطلاعات بسیار ضد و نقیضه، حتی درباره فردی که از دنیا رفته درباره او نحوه به قتل رسیدن یا کشته شدنش بسیار ضد و نقیض خبرهایی. چرا فکر میکنید اطلاعات کمه و اطلاعاتی ندادن مقام های ایران؟ چرا؟ در خصوص مصطفی صالحی که او هم در رابطه با اعتراضات دی 96 بازداشت شده بود، تازه پس از اعدام مردم متوجه شدن که او دستگیر شده بود، یعنی اطلاع رسانی درباره او هم به همین ترتیب بود. الان درباره برادران افکاری حتی خوندیم که 2 نفرشون وکیل تسخیری داشتن، 2 نفر وکیل نداشتن. اون 2 نفری هم که وکیل تسخیری داشتن ما اصلا نمیدونیم اون وکیل کیه، چرا هیچ وقت حرف نزده، مصاحبه ای نکرده، هیچ رسانه‌ای روند دادرسی رو پیگیری نکرده، از جزئیات دادگاه بی اطلاعی. و اون چه که امروز هم منتشر شد، یادداشتی که خود نوید افکاری نوشته که ما حدود 50 روز در اداره آگاهی شکنجه شدیم، کیسه رو سرمون کشیدن، ضرب و شتم کردن و تمام اقرارهای ما تحت شکنجه بوده. آقای رستمپور خیلی ممنون از شما. مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی از دانمارک با ما، متشکرم. ترکیه در واکنش به تهدید اتحادیه اروپا گفته مانورهای نظامی بیشتری در مدیترانه انجام خواهد داد. دیروز اتحادیه اروپا به ترکیه هشدار داده بود که اگر اختلافاتش را با یونان و قبرس حل نکند با تحریم اقتصادی روبرو خواهد شد. ترکیه و یونان بر سر منابع زیربستری در شرق مدیترانه با هم اختلاف دارند و تصمیم ترکیه برای برگزاری مانور دریایی در این منطقه موجب افزایش تنش‌ها شده. قرار است اتحادیه اروپا کمتر از 4 هفته دیگر درباره تحریم ترکیه تصمیم بگیرد. مهداد فرهمند گزارش می‌دهد. نقش رخ سلطان آلبرسلان سلجوقی به درازای 442 و پهنای 275 متر رسم شده به خامه تراکتور در دشت ملازگرد.
در این دشت 949 سال پیش قشون سلجوقی سپاه روم یا همان یونانی ها را در هم شکست و امپراتورشان را به بند اسارت کشید. پای ترکان به آسیای صغیر باز شد. اگر امروز ترکیه ای هست، میراث نبرد ملازگرد است. 949 سال پس از ملازگرد، رجب طیب اردوغان گویی دارد بار دیگر از زبان سلطان سلجوقی همسایگان یونانیش را تهدید می کند. ترکیه‌نین آرتیک صبر سینانچک. می خواهم همه بدانند ترکیه کشوری نیست که بتوان بردباری و دلیریش را به چالش کشید. هر کسین görmesini istiyoruz. کاری را که بخواهیم بکنیم می کنیم. کسی اگر توان رویارویی دارد بیاید، وگرنه از جلوی چشم ما دور شود و بگذارد کارمان را بکنیم. Buyursun gelsin. Yoksa çekilsinler önümüzden, biz kendi işimize bakalım. این حرف‌ها در روزهایی زده می‌شود که ناوگان‌های دریایی و هوایی ترکیه و یونان در دریای مدیترانه تا آستانه جنگ پیش رفته‌اند. این شمایی است که رادار از تعقیب و گریز F-16 ترکیه و یونان در آسمان مدیترانه ثبت کرده. جنگ بر سر منابع گاز مدیترانه است. ترکیه کشتی اکتشافی به دریا فرستاده. یونانی ها میگویند منطقه اکتشاف آبهای آنان است. اختلاف ترکیه و یونان از محورهای گردهمایی دو روز گذشته وزیران خارجه اتحادیه اروپا در برلین شد. اتحادیه اروپا طرف یونان را گرفت. تهدید کردند که اگر ترکیه پایش را از آبهای یونان بیرون نکشد، با تحریم روبرو خواهد شد. بازار بزرگ اروپا را از دست خواهد داد. حتی به کشتیهایش اجازه نخواهند داد در بندرهای اروپایی پهلو بگیرند. اما در ترکیه نشانی از کوتاه آمدن به چشم نمی خورد. بلند پروازی های اردوغان در دریای مدیترانه حتی مخالفان سرسخت داخلیش را پشتیبان او کرده. ذخایر گاز برای کشوری تشنه انرژی و توسعه چیزی نیست که از آن به راحتی بگذرد. از آن سو اروپایی ها و رقیبان منطقه‌ای ترکیه هم نمی توانند اجازه دهند توسعه طلبی ترکیه بیش از این ادامه یابد. توان نظامی یونان کمتر از ترکیه است، اما فرانسه ناوگان دریایی و هوایی برای کمک فرستاده. حتی نیروی هوایی امارات هم به کمک آمده. مصر هم اعلام آمادگی کرده. چه بسا روسیه هم به میدان بیاید. مرتضی فرهمند، بی بی سی. در صخره‌های مرجانی در سواحل شمال غرب استرالیا نشانه‌هایی از رنگ پریدگی دیده می‌شود. این صخره‌ها از سالم‌ترین صخره‌های مرجانی در جهان هستند. محدودیت‌های ناشی از گسترش کرونا در استرالیا دست و پای دانشمندان را برای بررسی آسیب‌های وارد شده به این صخره‌ها بسته. اما آنها چه راه حلی پیدا کردند؟ با هم می‌بینیم. چند ماه پیش مقام‌های استرالیا در فاصله حدود 260 کیلومتری ساحل شمال غربی کشور متوجه امری نگران کننده شدند. صخره‌های مرجانی بکر آنجا در حال از دست دادن رنگ خود هستند. این صخره از جمله سالم‌ترین مجموعه صخره‌های مرجانی است که ما در حال حاضر در دنیا داریم. اما حالا می‌بینیم که داره رنگش رو از دست میده. از دست رفتن رنگ صخره‌ها به معنی این است که گرما باعث از بین رفتن جلبک‌ها شده. دانشمندان باید خسارت وارد شده به این صخره‌ها را بررسی کنند، اما محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا در غرب استرالیا دست و پای آنها را بسته است. توانایی ما برای رفتن به محل و بررسی اون خیلی کم شده، به خصوص در ساحل شمال غربی استرالیا. مرز بین ایالت‌ها بسته بود و نمی‌شد سفر کرد.
دانشمندان در شهر پرث روشی برای بررسی محل از راه دور ابداع کردند. با بعضی راهنماها گردشگران در اونجا تماس گرفتیم. کارشون عملا تعطیله و در دوره کرونا کاری ندارن که بکنن چون گردشگری در کار نیست. خیلی مشتاق بودن که کاری بکنن. بنابراین رفتن و به ما کمک کردن تا بعض صخره‌های مرجانی رو بررسی کنیم. اونجا محل زندگی و امرار معاششونه و تعلق خاطر زیادی بهش دارن. اما این راهنمایان گردشگری چطور به دانشمندان کمک کردند؟ نقاطی در اطراف این مجموعه صخره‌های دریایی هست که ما مرتب اونها رو بررسی می‌کنیم. بنابراین می‌دونستیم که راهنماها باید دقیقاً کجا برن و از زیر آب تصویر برداری کنن. یک عالمه تصویر برامون آوردن که گستردگی آسیب‌ها رو تایید می‌کنه. نتیجه بررسی‌ها چه بود؟ متوجه شدیم که این بدترین آسیبیه که ما تا حالا در این صخره‌های مرجانی دیدیم. حدود 20 تا 30 درصد مرجان‌ها رنگشون رو از دست دادن. ولی خب این معنیش اینه که حدود 80 درصد هم هنوز رنگ دارن که خب خبر خوبیه. خوشحالم که بگم که رولی شولز هنوز هم بی‌تردید سالم‌ترین صخره‌های مرجانی دنیاست. اما تأثیر تغییرات اقلیمی رو اونجا هم میشه دید. دانشمندان میگویند که تغییرات اقلیمی روند آسیب به صخره‌های مرجانی را سریع‌تر خواهد کرد. اگر افزایش دمای آب متوقف بشه، صخره‌های رولی شولز قطعاً طی 2-3 سال ترمیم میشه. غرب استرالیا هنوز هم بعضی از سالم‌ترین صخره‌های مرجانی رو داره و خیلی مهمه که وضع اونا رو دائم تحت نظر داشته باشیم تا وقتی که فکری به حال تولید گازهای گلخانه‌ای بشه. چدویک بازمن، هنرپیشه آمریکایی که به خاطر بازی در فیلم پلنگ سیاه شهرت داشت، در 43 سالگی بر اثر بیماری سرطان درگذشت. آقای بازمن از 4 سال پیش به سرطان روده بزرگ مبتلا شده بود، اما درباره آن چیزی نگفته بود. خانواده او در بیانیه گفتند که او در فیلم‌هایی مثل پنج همخون و مارشال در حالی ایفای نقش کرده که تحت شیمی درمانی و عملهای جراحی متعدد قرار داشته. اغلب سازندگان و هنرپیشه‌های فیلم پلنگ سیاه که آقای بازمن نقش اول آن را بازی می‌کرد، سیاه‌پوست بودند. و تازه‌ترین خبرها را می‌تونید در وبسایت ما ببینید. bbcpersian.com. برنامه‌های تلویزیون و رادیو را هم می‌تونید در سایت BBC فارسی ببینید. اطلاعات مربوط به برنامه‌های تلویزیون فارسی BBC و ساعت پخش را هم می‌تونید از طریق سایت ما به دست بیاورید. این بود این بخش خبری. ممنون از همراهی شما.